از خون سیاووشم، من خون سیاووشم، از خون سیاووشم، من خون سیاووشم، از جامه سفیدانم، هر جامه نمی پوشم، از جامه سفیدانم، هر جامه نمی پوشم، هم ساری عوستاریم، هم آتش زردوشم، هم ساری عوستاریم، هم آتش زردوشتم، ما آتش زردوشتی، ما کشته نمی کشتم، ما آتش زردوشتی، ما کشته نمی کشتم، اسماعیل سامانی، دیواری بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی خارایم. پیش شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزارم. ما همه لعبتگان فلک لعبت باز از روی حقیقتیم، نه از روی مجاز، یعنی حقیقی واقعی برنامه است، برنامه ریز شده است. ما عروسک نبایستی باشیم
ما در دست دیگران نبایست باشیم، در ولونته و در اختیار نبایستی باشیم. امروز پیش از این که بخوام برنامه رو شروع کنم براتون، مهربان یاران عزیزم، یکی از دوستان بسیار خوبم که شاعر خوبی هم هست یه پیغام داده به من که آیا در آیین اوستا اگر کسی از آیین اوستا خارج بشه جرمش چیه، مجازاتش چیه؟ من بهش پیغام دادم که شوخی داری میکنی یا جدی داری از من میپرسی؟ گفت نه جدی از من پرسیدم. گفت اولی که بیش سوالتون رو جواب بدی، رو اگه اینقدر احمقه که چنین سوال احمقانه رو میکنی که اصلا بلش. گفت آخه منم که گفتم یادتون در این جهان بر نابخردی پایه گذاشته شده، یعنی خردورزی به فرانسه میگن کنسیانس، خود آگاهی میگن، خود آگاهی کنسیانس برتر از وجدان و چیزای دیگه است. تو باید خودت شعورت برسی به یک سری مسائل. اگه خودت شعورت به یک سری مسائل نرسه یعنی چی؟ یعنی جریان از ریشه کارش خرابه، باید بریزی تو آتش بسوزونی همه رو، همچنان که مولوی میگه. ببینید مهربان یاران، ما وقتی میگیم آیین یعنی دین نیست که، خب یک آیین دین نیست که اونم دین مافیایی باشه که اگه تو اومدی توش خواستی بری بیرون بکشن تو سرت ببرن، توهین بکنی و نظر انتقاد کنی تا بخوای نقد کنی سرت ببرن، این نیست که. تو فرهنگ ایرانی نه، از امروز دیروز هزار سال، از 7700 سال پیش اینجور بوده. این اکثر ببینین سالنامه آرگای میترایی امسال تقویم منتشر شد، شما میتونید به رایگان به ایران 7000.com برید و این رو دانلود کنید. روی جلدش ما یک سری آثاری از دولت ایلامیان که همون ایلامیان یعنی ایرانیان هست براتون گذاشتیم که ببینید چه تمدنی ما داشتیم، رفته زیر خاک، رفته زیر خاک، از بین رفته اصلا، مثل که بمب اتم ریخته باشه، مثل که الان یارو دیوانه است. من واقعا دیگه من میخوام اینو بگم به شما، بنیامین نتانیاهو انسان دیوانه است. گرفتن انتقام، مجازات مجرمین و تروریستا جای خود داره، ولی با دنیا سرشاخ شدن جای خود داره. همینجوری داره میزنه میکشه و هی شهید پروری میکنی بنیامین. آخه اینقدر زدن اینها و کشتن اینها، مگه نمیدونی فردوسی میگه پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته رو که بود آشتی؟ یعنی اگه الان به حد اون جنگی که گفته بنیامین نتانیاهو و یک سری هستن که اینها این اعتقادات دارن و ملت اسرائیل و مردم یهود اکثریت باش مخالفن، یهودی ها و حتی مردم اسرائیل اکثریت مخالفن، الان من میبینم مرتب توی برنامه های تلویزیونی فرانسه اسرائیل باش بنیامین نتانیاهو مردمی نیست، داره الان شهید سازی میکنه با این تروریست های حماس. چون وقتی تو یه تروریست حماس رو میکشی، بچهش رو میکشی، فلان میکشی، اون یکی که دوتایی پنجتایی که زنده میمونن در میرن میرن یه جایی فلان میکنن، اون رو فردا میشن 500 تا، اون رو میشن 1000 تا. این سیستم اسلامی بوده توی سالها که مونده، یعنی اون بچه پدر کشته مثل همین یارو سینیوره مینیوره همینه که حتی تو زندانهای اسرائیل بودن، یارو از زندان اومده بیرون رفته عملیات علیه اسرائیل و یهود انجام داده. اینها اینجوری هن، همین سینیوره وقتی که تو زندان بوده بیماری قلب داره میخواد بمیره، اسرائیلیا میبرنش بیمارستان مداواش میکنن، ولی وقتی میاد آزاد میشه. و خیلی از اینه که الان ببینید توی اکیپ تروریست هستن، اینها بین اون چند هزار زندانی هستن که حسن نصرالله اینا رو آزاد کرد با گیلاد شهید، با یک نفر دادن 1000 خورده گرفتن، ها اینا اومدن بیرون رفتن زندان بودن، تو اونجا بودن، حتی اونجا توبه هم چه واسا میکردن با اسرائیل، گفتن ما برادریم ما رفیقیم، ما بریم تروریست شدن. پس وقتی که پدر کشتگی باشه این تولید مثل میکنه ترور تروریست. کار بنیامین نتانیاهو الان اشتباه دیگه، الان تو میگه برو شو برین شمال برین اون ور برین و بعد میرون جاها هم میزنی، عمدن میزنی که الان آقا بایدن که
کشتی فرستاده تو کمک نظامی کرده میکنه، جایی که گفتم زدن میاد توهین میکنه به آقای بنیامین نتانیاهو، توهین بهش کرد. خیلی مهمه دیپلماسی باشه، انتخابات باشه، هرچی باشه، یعنی این که بنیامین نتانیاهو الان من اسرائیلم اکثر مردم اسرائیل باید قضیه مخالفن که ایشون همینطور قتل عام کور بکنه و این به نفعه، به نفع فلسطینی ها میشه، چون اینها در جهان مولتیپ میشن، یعنی تعدادشون بیشتر میشه. حالا این رو شما بایستی علم و دانش داشته که چی دیگه، جنگ آخر زمانی نه تنها در فکر بنیامین نتانیاهو که در فکر خیلی ها هست و بوده در طول تاریخ، و این جنگ ها راه افتاده، کشتی نوح بوده، کشتی نوح از کنم خدمتون شهر صدوم بوده، با خاک قوم لوط بوده، اینها اتفاقات افتاده در طول تاریخ. حالا تمدن ایلامیان ما بیش از 7000 سال پیش از اینکه اسلام بیاد رفته زیر خاک. من بهتون گفتم اسنادش هست، یک فیلمی هست با عنوان فن دو موند، امریکایی‌ها ساختن، همه اروپاییان درش داخلن، این فیلم رو ببینید. اونجا توضیح میده که ایران باستان، ایرامیان، ایرانیان در اون هنگامه از عربستان سعودی کنونی، از یمن کنونی شما بگیر برو دیگه اسرائیل و ایران و عراق و تاجیکستان و قزاقستان، همین ستان ها حکومت میکرده، این رفته زیر خاک با ماهواره. بهتون عرض کرده پس از اینکه ما تقویم 7000 ساله آیای میسرائی رو بعد از 10-15 سالش که منتشر میکردیم، یک محققی باستانشناسی دستور میده به ناسا، درخواست میکنه، اینا رفتن و از فراز آسمان عکس های زیرزمینی گرفتن با لیزر و غیره که این بهتون گفتم قبلا. حالا خب این تمدن ما که رفته زیر خاک، آقا نشون میده توی تمدن که ما زن از همون موقع داره فرمان روایی میکنه، خیلی مهمه، زن فرمان رواست بر تخت شاهین جزده 7700 سال پیش. این قدرت زن ماست. وقت زن ما کجا زنده بگورش میکردیم؟ اگه بچه ما دختر بودیم محمد میکردن تا پدر و مادرش که مانعشون میشه و نیاکانش میکردن در میشه به جزیره عربی. اون موقع ما مهد تمدن بودیم، همون موقع تو ایران زن حکومت میکرد، ما جراحی مغز انجام میدادیم. این خیلی مهمه، این جمجمه‌ای که شما میبینید این رو همه گفتن، امضا کردن، مهر زدن، 7700 سال، 8000 سال پیش، یعنی هزاران سال پیش از اینکه اسلام تصدیق شد تو ایران کشف شده. میبینید هم بخیه داره، هم سوراخ داره، هم چجوری درستش کردن، مغز سر رو میشکافتن، جراحی مغز ایرانی انجام میداده 7700 سال پیش. خب ما که اینها رو داشتیم، اینقدر شوکت، عظمت، قدرت و گروه موسیقی ما داشتیم، موسیقی 7000 سال پیش از اسلام، و حالا موسیقی هرون باشه، حالا سازه رو بشکنید، حالا هنرمندای نازنین من رو ببرید زندان و شکنجه و قتل و کشتار، این ایران کهن این بوده. بعدم میگن آقا گیرم پدر تو بود، فاضل از فضل پدر، این مزخرفات رو گوش نکنید. من پدرم خردسال بودیم، به خاطر دارم، شاید 4-5 سال داشتم من، برادرم حسین بیشتر سن داشت. ما ذاتاً خانواده ما اهل طبس هستیم، پدر مادر من طبسی هستن، مهاجرت کردن به مشهد، ما در مشهد به دنیا اومدیم. 4-5 سالم که بود پدرم منو برد طبس، بعد گفت بابا امروز میخوایم یه جایی ببرم تو خیلی سخت، کوه فلان ایناست، کویر لوط، کویر لوط. الان یه فیلمی هم ساختن کویر لوط رو میگه و دون رو که میدونید میلیاردها دلار خرجش کردن، ولی از لسان الغیب میگه، اصلا یارو میگه لسان الغیب، از شاه کویر میگه، از پادشاه میگه و فلان، باز اونجا هم کویر لوط هست. در کویر لوط اصلا کوه باشه محاله، آب باشه، چشمه باشه، ماله. بابامون از طبس ما رو برداشت و یک روز بامدادی و برد و بعد برسیدیم به یک جایی که کوه بود، از کوه رفتیم بالا، حتی از کوه رفتیم بالا دیدیم، بعد به مدتی و وسط چند تا خانه دیدیم، خانوار، گفت بابا این ده ماست، اسمش هم زهروچه، زهروچ، نمیدونم الان کسی ازش خبری داره یا نه، جایم ندیدم، گفت اینم ده ماست، زهروچه. من آوردم شما اینجور تو اینجور ببینید که بدونید، شما اگر یک روز
اگر یک روز هیچی نداشتید دیگه، گدا شدید، بدبخت شدید، جا برای خواب نداشتید، هیچ، بدونید یک دهکده دارید در وسط کوه، اسمش زهروج. دو سه تا خانواده اونجا بودن، خیلی هم مهربان و صمیمی، ما با اونا صحبت کردیم، اینا گفت این ده مال ماست، جدن در جد. یعنی چی؟ بعد گفت گذشته اینجوری به درد آدم بخوره. ما از روز که از اونجا اومدیم پایین از اون کوه تا به امروز که با شما سخن میگم، اصلا دیگه نمیدونم اونجا الان کجاست، اصلا دیگه نرفتیم، اصلا صحبتش هم نکردیم، نمیدونم الان چی شده اونجا، مثلا دارم بدونم. ولی اینی که بابا گفت تو ذهن ما هست، گذشته، گذشته سرمایه ایش برای امروز و آینده. برای همین گذشته ما، گذشته پر افتخارمون رو ما همینطور علکی نمیرسیم، اینطور که 7700 سال پیش این تمدن ها رو تو داشته باشی، این چنین زن حرمت داشته باشه، موسیقی حرمت داشته باشه، شراب سازی و شراب دارویی، به دارویی کم بخورید، و جراحی مغز، پزشکی، داروسازی اهمیت داشته باشه، وقت ما رو بیان یک سری تبلیغات تو کله ما بکنن که بگیم گیرم پدرتو بود فاضل، الان چه فضلی داری؟ نه، اونجور نیست. خصوصا امروز من این را به این دوستم گفتم ببین، وقتی که ما میگیم بهشت، ما هی مگه نمیگیم که آیین اوستا، آیین میترا، آیین زرتشت، آیین آریا، اینا همه یکی، هر چی شما دلتون خواست اسمشو بذارین، بودایم یا زرتشتی خراسانی بوده، مال ما بوده، مانی همینطور، و هر چی شما اسمشو میخوای بذار، این آیین بهی، این آیین بهی که میگه اینجا رو بهشت میخوای بکنی، شما اینم تا حالا نفهمیدین ما گفتیم. کاملا میخوام بهتون بگم، من پی بردم که سالهاست ما میگیم که آیین‌های ایرانی میخواد بهشت رو همینجا بسازه، این مردم هم نمیفهمن. خیلی از الان خیلی از شما نفهمیدین یعنی چی میخواد اینجا بهشت بسازه. بگو ببینم، بنویسین رو کاغذ. بهشت ساختن اینجا یعنی تو تندرستی پرفکت داشته باشی، از نظر پزشکی تندرستی پرفکت، یکی یک. دو، بهشت ساخته اینجا یعنی چی؟ یعنی در رفاه کامل باشی. چگونه میشه که در رفاه باشی؟ پولدار باید باشی، پولدار باید بشی، میلیونر و میلیاردر باید بشی، باید هر روز پول سازتر از دیروز باشی، پول باید بسازی. اینها فرقه، همونطور که آیین ما با آیین تازیان همه چیزش فرق میکنه، از خداش گرفته، اونا الله میگن، ما میگیم رب به مو عربی و اهورامزدا خداوندان الله تعالی، همه چیز هم فرق میکنه. آخونده خودش پولدار، وضعش خوب، دستاش مثل برف سفید، یک روز کار نکرده، زن و بچهش در رفاه، فرزندانش ماشینای آخر نه الان، قدیم همیشه بودا. وقتی میگه ان الفقر فخری، یعنی فقر، گرسنگی گدای افتخار من است. این مزخرف، اگر افتخارته خودت چی؟ چون میگه بدبخت و فقیر و ذلیل باشی، خودش عشقشو میکنی و خودش اینجا بهشت براش. ما از همیشه، من به ویژه از هنگامی که کارمو شروع کردم که بگم، همیشه دلم خواسته که مردم مثل خود من باشن. همه کسانی که در ایران و در پاریس با من و برای من کار کردند، دیدند، همیشه توجه هم این بوده که اون کسی که داره کار میکنه، چه برای من چه برای دوست من، بزنه بره بالا. آن رفتنش هم خرسند بودم. چقدر پزشک جوون بوده، رفت پزشک شد، مهندس شد، وکیل شد، بیزنس با کرد، یه رستوران میکرد، این بچه ها رو همینجا من کمکشون کردم، تقویتشون کردم، همین تقویم 7000 ساله، رادیو تلویزیون که از 1983-84 داریم، تبلیغشون کردم، آگهیشون رو گفتم به دوستان که معرفیشون کردم که بران کار کنن، پولدار بشن، با مهری از دان بزرگ شدن، با مهری از دان پاک بچه ها همه پولدار شدن. هر هنرمندی اومد، بچه ها گواه هم هیچ نمیدونست، گفتم تو باید جهانی بشی. هنرمندان بودن که بیکار افتاده بودن،
در شهرت و محبوبیت و چه بودم، دستشون گرفتم یارو کردم، چون میخواستم همه زرتشت بشن. برای همینی که امروز ما میگیم زرتشتان نوین ما، زرتشتان زمانه ما کیان هست؟ زرتشت باند مافیاست، تو ازش بیای بیرون بکشنت. زرتشت اسمیه که فقط مال یه نفره، به کسی دیگه نباید بگی. زرتشت مال کسی که بهت میگه فقر و گرسنگی و بیچارگی مال شما و پول و ثروت و دارایی مال من. نه عزیزم، همین مال توئه. حتی همون زرتشت تو باید بشی زرتشت. چقدر بچه ها شما اسمشون رو گذاشتن زرتشت؟ با افتخار گفت، میگفت آقا نداره ما اسم بچه‌مون رو بزنیم زرتشت. گفتم بگذار زرتشت تا بدونه باید زرتشت بشه، باید بشه نیکا شاکرمی، روسریشو بسوزونه. انقلاب در جهان، تاریخ، سرزمین خودش به وجود بیاره. نیکا هنرمنده، میسوزونه. کیان 9 سالشه میره تو مدرسه زرتشته، روشنگری میکنه، مادرش هم ماهبانو، مهنور، ماهبانو، مثل آل زینب بودن. اونم میاد اینو میگه سر خاکش. رهنورد، رضا رهنورد، با شجاعت، با گستاخی، با دلاوری، میرین شما ابلهان خانهش میبینین قاتل، قاتل افتخارشه. شما قاتلید که 14 قرن اومدید از صحرای عربستان دارید ما رو میکشید. خب پس حتی زرتشت در انحصار کسی نیست. بارها گفتم با زرتشت بسیاری داشتیم. زرتشت یعنی همه شما باید زرتشتی بشید، اوکی؟ بعد همه تونم باید زرتشت بشید. ما اینجا رهبری نداریم که یکی بشینه بگه من امامم و من پیغمبرم و شما همه لنگین و گرسنه باید باشید و بدبخت. ما میگیم همه شما باید میلیونر باشید و نشون دادم به شما تا این سالها همه مهربانیارانی که در تشکیلاتی من کار کرده و میکنن رو من خودم تقویت کردم، براشون رفتن بالا همه تون در حد توان. بهشت ساختن اینجا یعنی بیمه داشته باشی برای سلامتی و تندرستیت، یعنی کار بکنی پول خوب در بیاری، نره حقوق بگیر باشی. حقوق بگیرم اگه هستی حقوق بالا و خوب بگیری، بری برای خودت مستقل کار کنی، بیزنس بزنی، هر جا هم باشید میتونید پول در بیارید. حالا بگم بهتون، نمیخواستم بگم، ما که داریم جنگ و نبرد و مبارزه میکنیم، دشمن که بیکار نمیشینه، دشمن بیکار نمیشینه، میاد تیراش میزنه، تلاشش میکنه که تو رو نابود کنه. یکی از علل و دلایل نابودی انسان‌ها خودفروشی و و و و همین پوله. تو مسئولیت‌هایی داری، یهو هزینه داری و چه داری یهو پول ازت گرفته میشه، هزینه ازت گرفته میشه، جنگ و جدال‌های مصنوعی برات می‌سازن. این جنگ و جدال‌های مصنوعی که برات می‌سازن، این یاد همیشه اینجا میگه منو نشون بده. خب بیا نشونت دادم، سر بسیار خوب، تو رو نابودت می‌کنه، تو رو به صفر میرسونن. پس وقتا صفر باید میتونی دوباره بلند شی، تو باره باید میتونی بلند شی، به ما آموخته میتونی دوباره بلند شی، با بری باز دوباره فتح کنی. اهورامزدا باید هست، تو خودت هم تلاش میکنی، میری دوباره دشمن رو مثل جبهه جنگ میمونه زندگی اقتصادیتونم. بچه ها جبهه جنگ زندگی اقتصادی مثل میمونه. جنگ بعضی وقتا میری شکست میخوری، زخمی میشی، داداشت هم کشته میشه، او یکی هم فلان میشه، ولی تو امیدوار هستی، میری دوباره خودسازی میکنی، به سپاه دشمن حمله میکنی، پیروز میشی. تازیان به ما حمله میکنن، زنان ما رو به کنیزی و بردگی و غلامی، مردانمون هم میبرن و بچه ها رو میبرن و بزرگار میکشن فلان اینا، ولی فرماندهان ما هرمزان پول لگام اینا که تسلیم نمیشن. تسلیم میشن، میگن چاکر آقای خلیفه، خلیفه قربونت، من مروارید میتونم بسازم برات، من نجار خوبیم، آهنگر خوبیم، شمشیر، من خدمت میکنن به تو. به این پف یوز تازی خلیفه اگر خدمت نکنی که گردنت زده، تو باید مایش بسازی تا
جون یک عده‌ای رو نجات بدی. وقتی جون یک عده‌ای رو نجات دادی، بعد باید گردن خلیفه رو بزنی، کاری که ایرانیا کردن اصلا اول. برای همینی که استعمار و دشمن تو میخواد کاری کنه با برنامه، کاری بکنه که تو اولا قهرمان نداشته باشی، دوما پول نداشته باشی، بدبخت باشی. تو پول اگر قهرمانت کسایی باشن که بشه حجاب یزدانی، الگانیا، اینا بشه از صفر شروع میکنن همینا. آقا آدرست دور چرا بری؟ جیم دلشاد، جمشید دلشاد عزیزم. کی جمشید دلشاد؟ این الان دیگه هست، این کراوات بیژن دیگه نیست، بیژن عزیز. خیلی از بچه‌هایی که خریدم، یعنی ازش خریدم، من مجانی چیزی نگرفت. حالا خیلی از این انسان‌هایی که شما می‌دیدید امروز اون بالا، اینا از صفر شروع کردن، ارث بابا نداشتن. که جمشید دلشاد شهردار بیورلی هیلز، رهبر بزرگ یهودیان میشه در لس آنجلس، ولی وقتی از کشور خارج میشه خودش میگه، خودش مصاحبه کرده با این مکس و خودش در مصاحبه داره میگه من رافتگری میکردم توی آمریکا، همین کاری که صیادم میکرد. پرویز صیاد فیلم فرستاده که ساخته که داره رافتگری میکنه شبا توی یک ساختمون، این کار همه کسانی که از ایران فرار کرده بودن که اینجا که پلو نبود که، تو باید کار میکردی سخت تا به پول برسی، کار کردن ایران نداره. جیم دلشاد هم رفتگری میکنه، نظافتچیه، به بزرگترین پست در لس آنجلس میرسه، شهردار بیورلی هیلز میشه. فیروز نادری روانشاد، دوست نازنین من، از اعضای دولت پیشنهادی سیاوش اوستا که به زودی در ایران جای خواهد گرفت، با تغییر تحولاتی به زودی خواهید دید ایران آریایی در دست شماست. و من میخوام برم فقط بشینم فردوسی رو ببینم و ابن سینا و برم سر خواب که بارگاهی که رفیقم ساخته، خیام، هوشنگ سیهون، اینا همه رو ساخته، برم تو نادرشاه، برم اونجا بشینم یه گلاس شراب بیادشون بخورم، یک گلاس، نه که یه بطری، یک گلاس شراب بیادشون بخورم. و شماهایی که گفتم و چه کردم، میهن رو بگردونید. میهن گردانی با جوانان هست، شهریاری با جوانان هست. اونهایی که دیگه سنشون رو کردن، ما نمیخوایم تمسخر بشیم مثل جنتی ها و فلان اینها، بگیم که ما قدرت طلبیم که بعد فکر کنن ما خواهیم بریم اونجا و رئیس جمهور بشیم، رهبر بشیم، شاه بشیم. مال شماست. برای همین از هنگامی که دولت اعلام کردیم پیشنهادی رو، به تحولات توش میشه، ما خواستیم همه آرا و اندیشه و افکار توش باشه و یا تونم نره تا همه اپوزیسیون قدرتمند با هم پیمان بشن و به کانونهای شورشی نپیوندند، میهن آزاد نمیشه. همه بیاد گفت اون بیاد، من نیستم، من میام، این همه توطئه‌هاییست که دشمن قویست میخواد ما رو از هم بپاشونه. دشمن قویست نمیخواد ما بت باید داشته باشیم. بت یعنی کی؟ یعنی قهرمان. رضا شاه بایستی همیشه قهرمان باشه برای ما، بگیم ما باید بشیم رضا شاه، از قزاق بودن برسه به رضا خانی، به سردار سپهی، به نخست وزیری، به پادشاهی. همیشه اینو به ذهن خودتون بسپارید مهربان یاران. ما با افتخار میگیم که میخوایم، وقتی که میخوایم اینجا بهشت بسازیم، یعنی چه؟ امروز اینو دارم درس میدم بهتون، بهشت ساختن اینجا یعنی پولدار شدن، بیمه خوب برای سلامتی داشتن، پزشک خوب داشتن. اینجا پزشکای خوب زیاد داریم، ما اینجا پزشکای خوب ایرانی زیاد داریم که من یزدان گواهه، تو این 40 خورده ای سال شاهد بودم. برخی که بودن از مثل پروفسور داتستان از ایرانشون پزشک بود، برخی هم که اینجا تحصیل میکردن اون موقع دانش آموز بودن، دانشجو بودن، الان شدن پزشکای درجه اول، جراحی قلب انجام میده مثل دکتر گنجبخش، رامین عزیزم،
مثل دکتر گنجبخش، ماکسیم عزیزم شاهیم خواهرشون پزشک بودن، بودا میکردن ایشون، خودشون خانواده تن هم نمیدونین چه جانهایی رو نجات داده. ما پزشک قلب داریم خانم جهانشاهی، جهانشاهی ایرانی غیر ایرانی، طرف اگه همون امروز کی رفته بود پیشش فردا میرفت این رگ شوانی میکرد میمرد. نمونه فرامون، این نمونه هاست ما داشتیم و داریم، پزشکانی که جان انسان رو نجات میدن، پزشکان آریایی ایرانی هستن، همونهایی که 7000 سال پیش جراحی مغز انجام میدادن نیاکانشون. ما پزشکان خوب باید داشته باشیم که سلامتی اول باشه، بعد برید کار کنید. آیین اوستا، آیین آریایی ایلامی ایرانی به شما میگه که آقا خوشبخت باش اینجا، بهشت رو ساختن اینجا یعنی میلیونر باش، بهشت رو ساختن اینجا یعنی بهترین تفریحات جهان رو انجام بده سالم، ناسالمی هیچ کدوم در کار ما نیست، تفریحات سالم رو انجام بده، جهان رو برو بگرد، جهان رو برو بگرد، زیبایی های هستی و طبیعت رو ببین، با افتخار ببین، فقر فخر منه مال خود تو آخونده باشه پفیوز دروغگوی بیشرف، و تو چقدر بدبختی ای نازنین من، ای کارگر، ای قهرمانی که کارگری میکنی، ای عزیزان من، شماها بزنید تو دهن این آخوندهای بیشرف، اونجا که زدید امامه ها رو برداشتید. الانم که این کمال تبریزی، کمال جان زنده باد، نازنین زنده باد، الانم که کمال تبریزی یادتون داد آخونده رو چجور بزنید، غلام رضا موسوی یادتون داد یادتون داد که قاضی هایی که آدم میکشن بکشید، توی فیلم قصیده گاونر لو پاردون، اون فیلم های دیگه که مسافر ری میرباقری ساخت و چیزهای دیگه، اینا بچه یاد دادن سینما ایران. این پرویز شیخ که پریروز اومد جلو وزیر، جلو وزیر اومد. الان شما دارید اندیشه کهن آریایی رو مثل کوههای سربلند آریایی در ایران به ثبت میرسونید. ثبت رسوندن یعنی ثابت کردن در جایی در تاریخ ایران دارید میاریدش، و روز به روز من به شما بگم فردا روشنه، فردا درخشانه، فردا آزادی با شماست، بهروزی با شماست، جهان هم بخواد شما رو نابود کنه شما اونها رو نابود میکنید، جهان نمیتونه، چقدر تهدید میکردن. پس امروز چنین بود که ما قهرمان احتیاج داریم که بر چهره او خودمون رو بسازیم، و از همه مهمتر، از همه مهمتر، بهشت سازی اینجا یعنی در رفاه زیستن. از بچگی به بچه‌هاتون یاد بدید آقا یهودی چرا پول داره،
همشون هم ندارن، همه یهودی هم پولدار نیستن، یهودی فقیر هم داره. برید الان اخبار اسرائیل رو نگاه کنید، اصلا قدیم که جنگ نبود، تا الان که جنگ، افراد اونجا هم اصلا وضع مالیشون خرابه. ولی چرا اکثریت؟ چرا؟ چون ذهنش اینه که اینجا رو باید بهشت کنه. بهائیان ما اینقدر انگلیس با اینا دشمنه و آخوندها رو ساخته برای نابودی بهائیت. چرا؟ شما یک بهائی دیدی تو کوچه گدایی بکنه؟ یک بهائی دیدی بره تو صف گداخونه های کشورهایی که توش هستیم حقوق فلان بخواد بگیره؟ کار میکنن، کار عالی، تشکیلاته. بهش میگه اینجا رو بهش میکنی، باید بری پول بسازی، پولم بهت میدیم، بانک، وام، هرچی، باید بری پول بسازی. وقت تو شب تا صبح میشینی، قبلا که سیگار بکش، حالا که بعد تریاک بکشه، بعد حالا بشین بزن تق تق کن. من گروه برم، گروه هم مطلب خبر بفرست. اخ تو روز به روز فقیرتر میشی، باید با 2001 قرون فرانجا زندگی کنی، حسودیت میشه به اونی که پول داره، حسودیت میشه. اکثر این نجات پرستی ضد یهودی، اکثر چی همش که تو دنیا از حسادته. اون کار میکنه. شما برو 4 تا رفیق یهودی تو پیدا کن، ببین چند ساعت در روز کار میکنه، و 4 تا رفیق مسلمونت، 4 تا بهایی رو ببین، زرتشتی رو ببین، ببین زرتشتی چقدر کار میکنه. شما همین خدماتی که در ایران شده تر قرن اخیر رو برید نظاره کنید، تحقیق کنید، پژوهش کنید، نقش زرتشتی ها رو. ولی پنهان اینا رو موقع که نمیتونستن میگن ما زرتشتی هستیم، پنهان باید میکردن. خب چه ببینین چقدر از این شکوه و عظمت ایرانی که زمان آریامهر ساخته شد، زمان رضا شاهی که میره گل میزنه به سرش مقادر حسین تازی، بعد تا میفهمه میره گلار که میشه روید گل میزنه تو سر آخونده، آخونده ترتیبش میده زرتشتی ها نقش مهم میداشتن در تاریخ، سرزمینشونه، میهنشونه، خونشونه. کی خونش را میکنه دست دشمن و دزد و بره پیکارش؟ خونه رو نگه میداره. شما ببینید آمار مهاجرین زرتشتی و یا حتی باهایی، اگه شما باهایی رو نمیکشتید، درگیری زندان اینا نبود، اگه میداشتن از اون مملکت برن، که بعد اینها در خارج از کشور افتخار بیافرینن. و شماها تروریسم رو صادر کنید که تو خارج هم که میان عناصرتون تروریستی باشه، خشن باشه. Thank you.
مهربان یاران، من هرگاه سخنی میگویم سپاسگزار شما مردم نازنین هستم که میبینم اینها رو به طور گسترده باز میکنید و در سراسر جهان به زبانهای مختلف دیگه الان ترجمه میزنی ترجمه میکنه برات زیر مینویسه میکنید و روشنگری آریای ایرانی که ایرانی کیست؟ تو در سال 1762 خواهید بود، 2-3 هفته دیگه با بهار سالت نو میشه. افسانه کهنه، افسانه‌ای که واقعیت بوده، روشنگری کنید مردم جهان رو به بهزیستی، زیبازیستی، بهشت سازی این جهان دعوت کنید. بهشت کردن این جهان پس یعنی چه؟ یعنی پولدار باشه بچه جوون عزیز. آر جام سختی بود، بکن خودت از اون سختی، یا بکن کردها رو ببینید. این کردهای عزیز دلاور اوجلان الان زندانه. قبلی که بره زندان کردها همیشه بچه ها میگن آقا بهترین درس رو بخون، بهترین پول در بیار. الان اکثر بچه هایی که در دنیا پست های حساس حکومتی گرفتن در اروپا، آمریکا، کانادا، اکثرشون یهودی، کرد، زرتشتی، بهایی هستن. بچه مسلمان ها رو اگه جمهوری اسلامی نفوذ داده برای اینه که عملیات تروریستی شو بتونه انجام بده. بچه های ما، این نسل فرهیختگان میخوان این زمین رو بهشت کنن، همه پولدار بشن، همه خوب زندگی کنن، همه عشق کنن، همه وقتی به 50 سالگی رسیدن، به 60 سالگی رسیدن دیگه آرزویی نداشته باشه، امیدی نداشته باشه، به امیدها و آرزوهای خیالیش هم برسه. رؤیایی دارم من، رؤیای امریکایی که میگن. این رؤیا رو میدونید ایرانی ها ساختن برای اونا؟ خودش قصه ای داره. ما به پایان برنامه رسیدیم دیگه، نمیتونم باز کنم. من میخوام دست همه شما بچه ها رو ببوسم، مهربان یارانی که هر روز میشکفت غنچه ها و گل هایی میاد روی صحنه، از هر نظر، هنر، موسیقی، تمدن، فرهنگ، دانش، تکنولوژی. افتخار سرزمین آریایی هستید، افتخار سرزمین آریایی ایرانی هستید. دستان گرم همه شما رو میفشارم. از اهورامزدا خورشید رو نگاه میکنیم یادتون نره، مهر تابان رو نگاه میکنیم یادتون نره. میخوام که به ما تن، ایمان، قدرت، ثروت، سلامت. ایمان، قدرت، ثروت، سلامت. حالا سلامت اول بگید بده. این شعار من سیاوش اوستا بوده است از خردسالی، از روزی که در کوچه 40 خانه نوغان مشهد به دنیا اومدم، گویا به جای اذان در گوش من این رو خوند پدرم: ایمان به اهورامزدا، خداوند دانا و توانا و انسان آفریده او، که باید بر چهره او زرتشت گونه اوستا اندیشه باشد. ایمان، قدرت، قدرت داشته همه جا نفوذ کنی. ثروت، ثروت که داری میتونی به کسی احتیاج نداشته باشی، به کسی احتیاج نداشته باشی، احتیاج دیگران رو برآورده کنی. سلامتی یعنی تندرستی، تن بایستی سالم باشه تا رو پا بیستید. این باشه شعار فرزندان ایران آریایی که تازیان تبهکار اشغالگر سادات، تازی رو از اون مرسوم بیرون میکنن و دفن میکنن. سادات، من به شما بگم، در سالنامه 1762 که الان دیگه منتشر شده در دسترس شما هست، در سالنامه امسال ما حدود 10 صفحه شاید از سالنامه به جایی که بمیدونم چی بذاریم، اومدیم لیست شهدا رو گذاشتیم، لیست کسانی که در این 1 سال گذشته کشته شدن برای آزادی ایران.
این برای اینه که شما ببینید اینها برای آزادی شما کشته شدن. و توی اینها اینو میخوام بهتون بگم، ما با سید اگه کسی اسمش هست اینا مخالفتی نداریم. توی لیست بیش از 1000 نفر کشته هست، کلی سید دارین، کلی سید داری. ما وقتی میگیم سادات تازی، اینها کسانی هستند که تشکیلاتی حزبی یعنی عضو حزب و تشکیلات سادات تازی بودن، به دربار شاه هم نفوذ میکنن، تو مغز و فکر شاه هم نفوذ میکنن، توبه نامه هم میدن این سیدا دستش که بخونه بگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ایران رو ویران کردن. این سیدا رو من میگم سادات تازی، بدبخت. همونی میگم که دستش مثل برف سفید تو میری ماچ مگونی رو میگم. اون سید حسینی که کشته شد برای ایران، سید موسوی که کشته شد برای ایران، جوانان سرحشور، اینها رو نمیگم، اینها تاج سر من هستن. من به خیلی از این سیدا میدونم از 40 سال پیش. میگم تو سید داری ولی تو شاهزاده ایرانی بودی، تو شاهزاده ایرانی بودی، نیاکان تو پول دادن این خریدن که بتونی خوب زندگی کنی، یعنی بهشت رو همینجا برات ساختن. بدبخت. حالا به همین خاطر از شما قاطع من میخوام، قاطع هر کسی رو که دیدید با افتخار می‌نویسه سید فلان سید فلان، گوشش بگیرید و بگید این رو وردار. این رو باید بخواید از دوستان خودتون، فامیل خودتون، رفیقای خودتون. سید رو جلو اسم گذاشتن میشه همون سادات تازی، یعنی برتری جویی اجتماعی میخواد داشته باشه. سید واقعی اون کسیه که میره کشته میشه، قهرمان رزمیست، بی نهایت هم هستن، بدن اینا رو هم خالی میکنن، تفلی ها رو میفروشن، همه چیزشون رو اینا، اونها تاج سر ما هستن. آیا روشن شد مهربان یاران؟ آیا فهمیدید که نیاند نابکاران بر علیه اندیشه های پاک تو که همین اندیشه های اوستاییست توطئه بکنن و دروغ تحویلت بدن؟ با بوسه و مهر تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار. درود دارم به برادرم امیر شجره، دبیر کل این تلویزیون فرهیخته و خردگرا و روشن کرد. که عمر جاودانی نه خود حاصلت از دور جوانی نه، هنگام گل و مل است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی نه. چهار جوان سپید پوش وارد باغ می شود. چه می خواهید؟ حکیم بزرگوار، جان شما در خطر است و ما وظیفه نگهبانی شما را داریم. نگهبان من همانیست که بی خبر من مرا به جهان آورده است. شما نیز به خانه های خود بروید. درود گرم مرا به خداوند الموت برسانید. از شهر نیشابور سرباز بگیرید. من سفارش نهایی شما و پیشوایتان را به پیر نیشابور کردم. شهر با شماست پیر و جوان، بروید و دستورات حسن صباح را عمل کنید تا این بیگانگان شب پرست را از سرزمین رودکی و فردوسی و پور سینا و دقیقی بیرون برانید. شمشیرهایتان بلنده تر باد، خنجرهایتان تیزتر و خونین تر باد. با صحراگردان جنگجو که به خاطر اندیشه و عشق به میهن ما را به مسلخ میبرند و تکه تکه میکنند، به جز با تیغ نمیتوان سخن گفت. ما با خواجه نظام الملک شیوه سیاست مداری را تجربه کردیم و بهای سنگینی پرداخت کردیم. باید سران بیگانه را زد. به سرانگشتان نظام کاری نداشته باشید. به حسن صباح بگویید سرها و مغزهای ترکان و تازیان را بزند، آنگاه آنها خود از این سرزمین اهورایی خواهند رفت. چشمان جوان سپید پوش خنجر در کمر پر آب شده است، گویی که البرز و دماوند است که گریه می کند. خیام
آنان را در آغوش میگیرد و میخواند خوش باش که پختند سودای تو دی، فارغ شدند از تمنای تو دی. قصه چه کنم که بی تقاضای تو دی، دادند قرار فردای تو دی. جوانان راه خود را میگیرند و خیام وارد باغ میشود و درب را به پشت سر خود میبندد.